سلام به همگی، خوب و خوش و سلامت هستی؟ و از اوضاع نظام ولایت تو این روزا نقل همون باباییه که با دست پس میزد و با پا پیش میکشی. جان منظورم چیه؟ بابا منظورم ژنو دو و داستان سوریه است دیگه. در مورد ژنو دو خب ما همواره تصریح کردیم که بدون پیش شرط در هر راهکار سیاسی برای حل این بحران در واقع مشارکت خواهیم داشت. کشورهای مختلف منطقه، شخصیت‌های مؤثر بر نقش ایران بر کمک به حل سیاسی بحران تاکید دارند. این سخنگوی جام زهری نظام در حالی داره اینجوری تاخچه بالا میذاره که اصلا اسم آخوندا تو لیست دعوتنامه ژنو دو نیست. از اون طرفم وزیر خارجه آمریکا گفته اگه رژیم میخواد بیاد بیاد، منتها تو حاشیه، اونم به صورت غیر رسمی. تردیدی در نقش ایران در حل کمک به حل بحران و حل سیاسی موضوع سوریه وجود نداره، اما در این حال تعیین پیش شرط و تعیین کردن شرایطی که در شأن و ظرفیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران هست رو درست نمیدونیم و همونطور که اعلام کردم هر پیشنهادی که عزت جمهوری اسلامی ایران در اون لحاظ نشده باشه رو رد میکنیم و فکر میکنیم چنانچه بخوان فقط اگر برگزار بشه این به یک نمایش سیاسی تبدیل خواهد شد و دستاورد محکم و پایداری به اون شکل نخواهد داشت. اوهو خدا از ته دلت بشنوه، حکایت همون گربه یه که دستش به گوش نمیرسید میگو پیپ پیپ بو میده. کاسه گدایی تو واسه پلاس شدن تو ژنو دو رو باور کنیم یا این ناله شأن و عزت رو؟ بابا صدای موسموس ژنو دو از هر طرف نظام بلنده. چگونه میتوان از ایران انتظار داشت تا به صورت حاشیه در ژنو دو حاضر شود اما از کشورهایی مثل اندونزی یا الجزایر دعوت رسمی بشود؟ وای مامانم اینا، فقط مونده سید علی مثل بچه ها پا رو زمین بکوبه که چرا به اندونزی و الجزایر قاقا میدن ولی به من نمیدن. تازه این فقط یه نمونه بود، این روزا بالا تا پایین نظام در حال سوزشه، اونم چه سوزشی. که عدم شرکت ایران در ژنو دو شکست سیاست‌های غرب در مسئله سوریه است، چون امریکایی‌ها اگه بگن ایران شرکت نکنه نتیجه میشه ژنو یک بهم هیچ نتیجه نداره، اگه ایران شرکت کنه و ژنو دو به یک نتیجه برسه یعنی قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران ارتقا پیدا کرده، تونسته یکی از چالش‌های مهم منطقه‌ای رو حل و فصل کنه. اینو میگه بعد دو قدم با یه دند معکوس دست به دامن روسیه میشه که بیاد وساطت کنه تا شاید ولایت رو راه بدن. دوزار بده آج، به همین خیال باش. البته من شنیدم که به زودی یک دیداری بین آقای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و آقای جان کری وزیر خارجه امریکا برقرار خواهد شد و اونا راجع به حضور ایران و نقش ایران در کنفرانس با هم بحث خواهند کرد. اما سنکوبی و امام پرونی میخوای خرچنگ نظام تو جمعه بازار، طرف جوش ورده بدجور. در کنفرانس ژنو دو با فشار امریکا ایران رو دعوت نکردن که در رابطه با مسئله سوریه است. به حمدالله ایران اسلامی هیچ نیازی به حضور در این کنفرانس نداره، ولی این را بدانید بدون حضور ایران کنفرانس ژنو دو قطعاً شکست خورده است و راه به جایی نمی‌برد. دوستان از این شلنگ اندازی مهره‌های نظام و پیچ و تاب خوردنشون زیاد تعجب نشید، زهر که بزنه بالا همین میشه، اون از اتمی
اون یکی هم فتنه و اوضاع جامعه، اینم از زوار در رفتگی منطقه‌ای عظما. سید علی، بشار اسد، اجماعا هری. ما تو گیج و گریون، باش قضان تو خون، گفت بشار به سید علی آبا کمک برسون. حالا تو سوریه قوباست، بشار بر جوری رسواست، کارتاشم همه سوخده، آفتابش لبه بود. ما تو گیج و گریون، باش قضان تو خون، گفت بشار به سید